بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من دکتر مهرنگ خزایی هستم، روانشناس بالینی، و این برنامه علمی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری دانشمندان روانشناس و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره فرزندانی است که پدر مادر خود را به قتل می‌رسانند. خانواده کشی جنایتیه که در تمام فرهنگ‌ها دیده شده و بسیار هولناکه. فرزندانی که در چشم پدر مادر نمادهای معصومیت، سادگی و بیریایی هستند، وقتی مرتکب جنایتی مثل قتل پدر یا مادر میشن، اطرافیان رو چنان شوکه میکنن که با ناباوری با این موضوع برخورد میکنن، چون باور به این که فرزندان بیگناه ناگهان به هیولاهایی تبدیل بشن که خود و والدینشون رو نابودی بکشونن براشون مشکله. اما چه انگیزه ای باعث میشه که بعضی فرزندان والدینشون رو که اونها رو به دنیا آوردن، در دامنشون پرورش دادن و براشون آشیانه ساختن رو به قتل برسونن؟ دانشمندان روانشناس معتقدند خانواده نهادی مقدسه که در اون هسته مرکزی شخصیت کودک شکل میگیره. یک زندگی خانوادگی زمانی برای کودک مفیده که درگیری ها و مشکلات و خشونت در بین والدین نباشه، چون در غیر این صورت باعث مشکلات ذهنی و روحی و اختلال شخصیت در کودک میشه که در بزرگسالی میتونه اون رو به یک فرد مضطرب، افسرده و حتی جنایتکار تبدیل کنه. اختلال شخصیت ضد اجتماعی یکی دیگه از مشکلاییه که بلکه برخی خانواده ها از اون رنج میبرن و فرزندانی دارن که به این اختلال دچارن. اونا رفتارهای غیرعادی از خودشون نشون میدن، حقوق دیگران رو محترم نمیشمارن، اعمال جنایتکارانه انجام میدن، فریبکارانه کاری میکنن، دروغ زیاد میگن، دزدی میکنن، از مدرسه فرار میکنن و عدم احساس مسئولیت درشون زیاده. از کارهای غیرعادی و ناهنجارشون پشیمون نمیشن و احساس گناه هم نمیکنن. این اختلال در پسرها بیشتر از دختراست و معمولا قبل از 15 سالگی خودش رو نشون میده. روانشناسان باور دارن که علل این رفتارها نتیجه خشم و مشکلات درونی حل نشدهیه که در درون اون فرزندان چنان انباشته شده که مثل آتشی در زیر خاکستر با یک ترنگل زبونه میکشه. اریکسون، یکی از دانشمندان روانشناس، معتقد فرزندهایی که در نوجوانی دچار بحران هویت میشن، رفتارهای خارج از کنترلی درشون بروز میده و بعد به طرف مواد مخدر و انحرافات و جنایات کشیده میشن. نمونه این فرزندها در امریکا دو برادر بودند که پدر و مادر خودشون رو به قتل رسوندن و خیلی هم معروف شدن، برادران مندنز، که ماجرای کشتن پدر مادرشون در سال 1989 میلادی یکی از بزرگترین پرونده‌های جنایی آمریکا بود که جامعه آمریکا رو شگفت زده کرده بود. این دو برادر به نام‌های اریک و لین که در زمان واقعه 18 و 21 ساله بودن، پدرشون که یکی از ثروتمندترین و معروفترین مدیرای یک کمپانی فیلمسازی در هالیوود بود و در خونه ویلایی چند میلیون دلاریشون در بیبل هیلز به قصر رسوندن. اون پسرها بهترین دانشگاه‌های آمریکا رفته بودن، از لحاظ راحتی هم همه چی در زندگی داشتن. اما به اتفاق همدیگه با کشیدن نقشه ای از قبل تصمیم به کشتن پدر مادرشون میکنن و با شلیک چندین گلوله از فاصله نزدیک پدر مادرشون رو به قتل میرسونن. حتی یکی از برادرها وقتی گلوله هاش تموم میشه میره دوباره اسلحه‌اش رو پر میکنه و شروع به شلیک کردن به طرف پدر مادر میکنه، به طوری که یکی از افسرهای پلیس لس آنجلس گفته بود که این یکی از فجیعی ترین صحنه های قتلیه که در مدت خدمتش دیده بوده. پلیس اول هرگز فکر نکرده بوده که برادرها بتونن دست به قتل پدر مادرشون بزنن،
چون در شب حادثه یکی از برادرها گریه کنون به پلیس تلفن میکنه و میگه که من و برادرم از سینما اومدیم خونه و با جسد خونالود پدر مادرمون روبرو شدیم. وقتی پلیس میپرسه میبینه که برادرها بالای جسد وقتی پلیس میرسه میبینه که برادرها بالای جسد پدر مادرشون دارن زار زار گریه میکنن و میزنن تو سر خودشون. بعد پلیس فکر کرده بوده که شاید کار مافیا باشه که انقدر وحشتناک اونا رو به قتل رسونده بودن. برای همین به برادرها شک نکرده بوده تا اینکه بعد از چند ماه یکی از برادرها اون که جوانتر بوده حالت روحی خیلی بدی پیدا میکنه. نمیتونه بخوابه، مشکل خواب پیدا میکنه، افسردگی، مرتب صحنه های قتل و قیافه پدر مادر جلو نظرش میومدن. بعد میره پیش یک روانشناس. در جلسات اول دوم همش راجع به حالت های روحی که اذیتش میکرده صحبت میکنه، ولی بعد طاقت نمیاره و به روانشناس میگه که من و برادرم پدر مادرمون رو کشتیم. بعد به روانشناس میگه که اگر کسی از این موضوع اطلاع پیدا کنه من تو رو میکشم. روانشناس خیلی میترسه، مدتی به کسی چیزی نمیگه، ولی بعد این موضوع خیلی اذیتش میکنه. بعد میاد به دوست دختر جریان و میگه که بیمارم منو تهدید به قتل کرده. دوست دختر روانشناس بعد از یه هفته میره پلیس، موضوع رو به پلیس اطلاع میده که دوست پسر من اریک مندنس که به تازگی پدر مادرش کشته شدن رو داره روان درمانی میکنه و اون پسر به دکتر گفته که دکتر رو تهدید جانی کرده و گفته که پدر مادرش هم کشته. بعد پلیس میاد برادرها رو زیر نظر میگیره و اونا رو دستگیر میکنه. در دادگاه نوارهای جلسهای روانکاویه با دکتر روانشناس که در اونها از ماجرای قتل صحبت کرده بوده به عنوان مدرک مورد سوء استفاده قرار میگیره و اونا در دادگاه برادرها به قتل والدینشون اعتراف میکنن و هر دو به حبس ابد محکوم میشن. حالا ببینیم چرا این دو برادر پدر و مادرشون رو کشتن. اونا که خانواده ثروتمندی بودن، از لحاظ مالی همه چی براشون فراهم بود، بهترین دانشگاه ها رفته بودن، بهترین معلم ها رو داشتن. چه انگیزه ای باعث شد که به طور فجیعانه و نفرت انگیزی دست به کشتار پدر مادری بزنن که اونا رو به دنیا آوردن، پرورش دادن، بزرگشون کردن؟ در مغز این دو برادر ثروتمند چه گذشت؟ برادرها در دادگاه گفته بودن که پدر مادرشون اونها رو از آزار جسمی و روانی میدادن. مادرشون مرتب بهشون میگفته که از ارث محرومتون میکنم، باشون بدرفتاری میکرده. یکی از برادرها گفته بوده که پدرش از وقتی اون 10-12 ساله بوده برای سالها به اون تجاوز جنسی میکرده و همیشه از زمان بچگی هم از پدر تنفر داشته و هم ترس. 18 سال زندگیشو در ترس زندگی کرده. میترسیده که اگر به کسی بگه شاید پدر اونو بکشه. و برای رهایی از اون ترس‌ها با برادرش تصمیم گرفتن که پدر مادرشون رو به قتل برسونن. که واقعاً جای بسیار تأسفه که بعضی فرزندها در خانواده‌های بزرگ میشن که دائم هدف سرکوبی و آزار پدر مادرها قرار میگیرن. به این معنا که بعضی پدر مادر رو فکر میکنن چون اونا رو به دنیا آوردن میتونن هر کاری که مایل هستن از طریق خشونت‌های روانی و جسمی با کودک انجام بدن. اونا میان کودک رو مثل یه برگ کاغذ سفید فرض میکنن که میتونن روی اون هر مطلبی که میخوان بنویسن. فکر میکنن که یه کودک انسان نیست، احساس نداره و با اذیت و آزارهای خودشون اون رو در بزرگسالی به یک فرد عصبی و خشن و قاتل تبدیل میکنن. در یکی از گزارش‌های دادگاه اومده بوده که پدر و مادر آدمای کنترلگر بودن، به پسرها خیلی سخت میگرفتن. یکی از برادرها وقتی که در دانشگاه پرینستون درس میخونده که یکی از معروفترین دانشگاه‌های آمریکاست، به جرم دزدی‌های مکرر از دانشگاه اخراج میشه و به اختلال شخصیت ضد اجتماعی مبتلا بوده. و برادرها برای به دست آوردن ثروت فراوان پدر مادر این قتل رو انجام داد. البته حقیقت در این نوع قتلا که مربوط به پدر و مادر و فرزندان هست همیشه کمی دشواره و یک شک و تردید بسیاری در سر آدم ها می پرورونه. دانشمندان علوم اجتماعی باور دارن
نابسامانی در خانواده های شکسته و نامناسب کمک میکنه که فرزندان دست به اعمال ضد اجتماعی و جنایی بزنن. حالا ببینیم معمولا چه فرزندانی والدینشون رو میکشن. دانشمندان روانشناس معتقدن که 3 نوع فرزندان هستن که مرتکب قتل پدر مادر میشن. یکی فرزندایی هستند که از طرف پدر مادر به شدت آزار و اذیت روحی و جسمی و جنسی میبینن. دوم فرزندانی هستند که بیماری شدید روانی دارن، در توهم زندگی میکنن، درست و غلط رو نمیتونن از هم تشخیص بدن، عقب موندگی ذهنی دارن و یا به بیماری اسکیزوفرنی شدید مبتلا هستن که در یک لحظه دچار جنون روانی میشن. و بعد سوم فرزندهایی هستن که شخصیت ضد اجتماعی خطرناک دارن که در اون هیچ اهمیتی به اعمال درست و غلط نمیدن، احساس و حقوق دیگران رو نادیده میگیرن، نسبت به آدم ها احساس دشمنی یا بیتفاوتی سنگدلانه دارن، با اونا خشن برخورد میکنن، احساس گناه یا ندامتی از رفتارهای ضد اجتماعی خودشون ندارن، از قانون سرپیچی میکنن، دروغ میگن، دچار اعتیاد شدید به الکل و مواد مخدر هستن. اما تحقیقات نشون داده شده که فرزندانی که توسط پدر و مادر مورد آزار و شکنجه روحی یا جسمی قرار میگیرن گرایش بیشتری به کشتن پدر مادرشون دارن. بنابراین چون تحمل موندن در خونه و زندگی با پدر مادر براشون بسیار آزاردهنده و اینها میان برای رهایی از اون محیط که دیگه براشون سخت تا به تحملشو ندارن و دیگه راهی نمیبینن، دست به قتل والد آزاردهنده میزنن. معمولا دلزدگی فرزندها از پدر و مادر پایه بسیار ری از مشکلاتی مثل درگیری های لفظی، دعواهای خانوادگی و حتی قتل والده. در یک خانواده طبیعی فرزندها با به دنیا اومدنشون تمام رویاهای پدر و مادر رو عوض میکنن. همه زندگی پدر مادر میشه فرزند، اما کسی در این میون تضمین نمیکنه که اون همونطور که تمام زندگی پدر و مادرها فرزنده، برای فرزندم زندگیشون تمام پدر مادر باشه. اونا در بچگی به پدر مادر وابسته هستن، برای اینکه دنبالشون میرن، اسمشون رو صدا میکنن، همش میگن مامان بابا. چرا؟ چون اگر پدر مادر نباشه نمیتونن زندگی کنن، احساس نیاز دارن که با والدینشون باشن. اگر فرزندی در کودکی احساس تعلق به خانواده کنه، محبت ببینه، اون باعث میشه که در دوران نوجوانی که یکی از سخت‌ترین دوران رشد انسانیه، خانواده رو یار و یاور خودش بدونه و کمتر درگیر مشکلات اجتماعی بشه. اما اگر از والدینش رنجیده خاطر بشه، مورد آزار و اذیت قرار بگیره، روز به روز از اونا دورتر میشه و بعد درگیر مشکلات مختلف. دوره نوجوانی یکی از پیچیده در این دورانه، یک سری از زمان کودکی به جوانی هستش، سنیه که فرد در اون در حالت بلا تکلیفیه، چون نه بزرگه که همه چیو بدونه، نه کوچیکه که هیچیو ندونه. البته از نظر خودش بزرگه، میتونه انتخاب کنه، اما والدینش اون رو هنوز کودکی میدونن که باید از همه لحاظ اون رو نگهداری کنن. اون نوجوان وقتی طرز تفکر پدر مادر رو درباره خودش میدونه، میخواد خودش رو بزرگ نشون بده، میاد دست به یه کارهای مختلف میکنه که به اونا ثابت کنه که من بزرگم. بعضی از پدر مادرها با این مسئله با مخالفت روبرو میکنن و با خشونت تحقیر با نوجوانشون رفتار میکنن، حالا یا از روی دلسوزی یا از روی خشم، اما نمیدونن همین شدت عملا فرزندانشون رو از اونا دور میکنن و رابطه دو طرفه والد و فرزند رو از بین میبرن. اون فرزند یواش یواش پدر مادر رو دوست نداره و قانون محکم به مهر والدین و فرزند به هم میریزه و در بعضی مواقع فرزندا از پدر مادر بیزار میشن و حتی در شرایطی
دست به قتل اونها میزنن. میگویند زبان تنها عضوی است که هم رنج بی پایان به همراه داره و هم گنج بی پایان. بنابراین پدر مادرها باید حواسشون باشه که با این زبان میتونن فرزندانشون رو از خودشون دور کنن، آزار بدن و یا اینکه دلهاشون رو به دست بیارن و بهش محبت کنن. بیشتر دعواها و مشکلات والدین و فرزندها سر همین رفتارهای کنترلگرانه، بی محبتی و بد زبانی پدر مادره که نه تنها زندگی رو به خودشون سخت میکنن، بلکه به فرزندشون هم سخت میکنن و آیندهش رو به خطر میندازن. خب بینندگان عزیز، حالا بعد از این حرفای تأثیر انگیز درباره قتل پدر مادر، خوبه که به یک آهنگ بسیار زیبا که من براتون انتخاب کردم گوش میکنین و بعد من برای شما درباره فرزندانی که پدر مادر خودشون رو به قتل میرسونن توضیحات بیشتر خواهم داد. پس با ما باشین. گشتم به تنهایی، پل میزنم از تو به زیبایی، چشمامو میبندم و میبینم دنیا رو با چشم تو میبینم. دنیای من با عشق درگیره، عشقی که تو نباشی میمیره، عشقی که تو دست تو داده، عشقی که به دست من افتاده. تو مثل من رویا تو میبافی، با دست من موها تو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماه و قسمت من کن. تو مثل من رویا تو میبافی، با دست من موها تو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماه و قسمت من کن. من پشت این پنجره میشینم، بارون تو چشم تو میبینم، عیبی نداره چشم تو با کن، عیبی نداره باز غمگینم. بازی نکن با قلب تابونم، من آخر بازی رو میدونم، حیفه بخواییم از من جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم. چشم تو با کن، عیبی نداره باز غمگینم. بازی نکن با قلب تابونم، من آخر بازی رو میدونم، حیفه بخواییم از هم جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم. بینندگان عزیز، امیدوارم که از این آهنگ بسیار زیبا که براتون پخش شد لذت برده باشید. حالا برگردیم به بحث درباره فرزندانی که پدر مادر خودشون رو به قتل میرسونه.
همیشه خبر به دنیا آمدن یک نوزاد بهترین خبر برای پدر مادره. پدر مادری که با به دنیا آمدن اون نوزاد همه آرزوهای خودشون رو کنار میگذارن و تمام زندگی و آیندهشون رو در وجود اون میبینن. همه دنیاشون میشه فرزندشون. اما اگه بخنده دنیاشون آروم میگیره و وای به حالی که گریه کنه، انگار همه دنیا براشون تیره شده. با جون و دل همه توانشون رو برای اون فرزند میذارن که بهترین ها رو براش فراهم کنه. همه ما هم فرزندان کسانی هستیم که با تمام وجود دوستشون داریم و ما رو دوست دارن. اما گاهی این رابطه در بعضی خانواده ها بین والد و فرزند دو طرفه نیست و از بین میره. پدر و مادر با فرزندان برخوردهای خشونت‌آمیز میکنن و فرزند اونا رو دوست نداره. مهر والد از دلشون میره بیرون و از اونا بیزار میشن. در پرونده های مختلف قتل پدر مادر به وسیله فرزند، بزرگترین سوال اینه که چرا چنین وضعیت هایی به وجود میاد؟ در یکی از پرونده های قتل والدین، یه پسر جوان 20 ساله‌ای که پدر خودش رو به قتل رسونده بوده، در اعترافش گفته بوده پدرم رفتار خوبی با من نداشت، منو خیلی اذیت میکرد، اجازه نمیداد خودم برای خودم زندگی کنم، تصمیم بگیرم. از بچگی منو با کمربند سیاه چنان کتک میزد که تمام پوست بدنم تا مدت‌ها زخم بود، تحقیرم میکرد، اگه تو درسام نمره خوب نمی‌آوردم منو تنبیه میکرد و تنبیهش این بود که سر میز غذا که همه داشتن غذا میخوردن، خواهر برادرام به من میگفت که وایسم کنار فقط اونا رو نگاه کنم که دارن غذا میخورن، و منم که گرسنه بودم برام این خیلی عذاب‌آور و شکنجه بود. میگو پدرم الکلی بود، به مادر و خواهرم و برادرام خیلی زور میگو، وقتی الکل میخورد کنترلش رو از دست میداد، مادرم مرتب کتک میزد، هر کاری که ما دوست داشتیم انجام بدیم از نظر پدرم بدترین کار دنیا بود. اون جوان گفت منم دیگه تحمل رفتارهای زورگونه اونو نداشتم، ازش متنفر بودم، نمیخواستم باهاش زندگی کنم. هیچ وقت چرا؟ چون هیچ وقت هیچ محبتی ازش ندیده بودم. بعد گفت شب حادثه با هم اون روزش روز حادثه با هم بحث کردیم سر دخالت تو زندگی من، بازم مثل همیشه به اختلاف و دعوا منجر شد. بعد به همین خاطر من انقدر ناراحت بودم تصمیم گرفتم اونو بکشم. گفت اومدم رفتم پلو دوستم و بهش گفتم که میخوام این تصمیم ما دارم. بعد اونم به من یه کمکایی کرد، گفتش که میتونی که با سم اینو این کار رو انجام بدی. بعد گفت رفتم یه داروی سمی تهیه کردم و شب دارو رو ریختم تو چایی به بابام دادم که بخوره. بعد اون بیهوش شد. وقتی که بیهوش شد انقدر ازش متنفر بودم که اونو خفه کردم. دانشمندان روانشناس باور دارن ما انسان‌ها برای این خشونت می‌کنیم که در طول زندگی کمبود عشق و محبت داشتیم، همیشه خودمون رو تنها بیار احساس می‌کنیم و این تصور رو در ذهنمون داریم که برای زنده موندن راه دیگری جز خشونت ورزی و خصومت ورزی نیست. آدمایی که این کارو میکنن باور دارن که باید فقط به فکر خودشون باشن و برای هر چیز باید جنگ و مبارزه کنن تا کاراشون رو جلو ببرن، و اونا به این طریق میان یک زندگی ناام توام با دلخوره برای خودشون و دیگران درست میکنن. وقتی ما احترام به خودمون رو یاد نگرفتیم و از کودکی با احساس تحقیر زندگی کردیم، به دیگرانم طبعا احترام نمیذاریم و این بی احترامی رو بر فردی که از خودمون ضعیفتره مثل کودکانمون وارد میکنیم. اگر دقت کرده باشید میدونید که بیشتر ما در زندگی تجربه های سخت داشتیم، نیازهایی داشتیم که از زندگی روزمره گرفته تا چالش های دیگه که برآورده نشده بودن، ولی خب ما بعضی وقتا تونستیم با صبر و استقامت از پس اون نیازها و سختی‌ها بر بیایم. ولی خیلی از افراد وقتی که با سختی‌ها، بلاها، مشکلات در زندگی مواجه میشن، اون رو یک فاجعه میدونن و قدرت مقاومتشون پایین میاد، ترس‌های درونشون بیرون میزنه و بعد به نزدیکترین و عزیزترین آدم‌های زندگیشون صدمه وارد میکنن.
بنابراین سعی کنید که قدر داشته هاتون رو بدونید، از کنار هم بودن لذت ببرید، نکته‌گیر نباشید تا میتونید محبت کنید، عشق بورزید، افرادی که در کنارتون هستن رو عزیز بشمارید. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. در ضمن کتاب جدید من به نام نیلوفرهای مجنون به تازگی منتشر شده که اثری است بر اساس داستان واقعی که راوی مشکلات مردمی است خسته از زندگی و افسرده. قصه زندگی جوانهایی که مثل بعضی از آدمها گرفتار تقدیر و سرنوشتی میشن که خودشون را انتخاب نکردن و در دنیای واقعی از چند لایه بودن زندگیشون در رنج به سر میبرن و دچار مشکلات روحی روانی شده. شما میتونید برای سفارش کتاب با تلفن یا ایمیل ادرسی که به روی صفحه تلویزیون هست اون رو خریداری کنید. البته کتاب در ایران هم تا چند ماه دیگه منتشر میشه، هنوز در پروسس هستش. بنابراین همینطور این برنامه رو میتونید از یوتیوب، فیسبوک من و وبسایت پژوهش سرای دانش نوین ببینید و من تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی برای شما آرزو دارم.